عزیزان مقاله ای دارم از ماهنامه وردی پابلیک از فوریه گذشته تا به حال موج اعتراضات و تظاهرات میلیونی کارگران، کارمندان، بیکاران و دانشجویان بر علیه قانون جدید کار در فرانسه ادامه دارد تظاهر کنندگان معتقدند که قانون جدید کار در واقع امپوتاسیون قانون قبل می باشد و برخلاف مساله مردم فرانسه نوشته شده و حق و حقوق مردم زحمتکش را از بین می برد. این قانون که نوشته و ارائه شده بیشتر از 500 صفحه می باشد و به نفع سرمایداران و کارفرمایان فرانسوی نوشته شده و حق و حقوق مردم را که در قانون قبلی داشتند از بین می برد. شعار تظاهر کنندگان در این جمله خلاصه می شود ارزش ما خیلی بیشتر از این می باشد این شعار را مردم بر روی تابلوهایی که با خود حمل می کنند و یا در اعلامی هایی که بر علیه قانون جدید نوشتند به دیوار محلات مختلف پاریس و یا در میدان جمهوری پاریس نصب کردند قدرت نمایی روز به روز شدیدتر می شود بعد از آخرین تظاهرات میلیونی مردم بر علیه قانون جدید پیشنهادی کار رئیس جمهور فرانسه در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که راه حل چپ پیشرو دیگری برای جانشینی به جز قانون جدید نوشته و پیشنهاد شده وجود ندارد. از آن به بعد همه حوادث تأسف و ناراحت کننده اتفاق افتاد اخیرا از فوریه به بعد در اطراف این نظر چرخ میخورد و فرانسه را میلرزاند برای قطع کردن و از بین بردن حقوق عادی مردم و نوشتن قانون جدید هیچ مدل مترقی در کار نبوده بلکه قانون جدید یک راه حل سیاسی راست به مقیاس خیلی وسیع و در ابعاد بزرگتری است این قانون جدید برای تصحیح متن قبلی قانون کار نیست بلکه با طرحهای فردگرایانه توجهی به نیازمندی ها و احتیاجات مردم نشده است بلکه فقط صحبت از عقل اقتصادی است به عنوان مثال از برنامه اقتصادی سال 2010 که نخست وزیر سابق آلمان شرودر تحت عنوان اجندای 2010 نام برده شده است، با وجودی که این طرح اقتصادی هم کاملا در آلمان موفق نبوده، اما حکومت فرانسه معتقد است که آن سبب رشد اقتصادی آلمان شده است. قانون جدید کاری که به, دو... به نظر دولت فرانسه مجموعه قابل... قابل پیشنهاد و با مسئولیت نوشته شده ای می باشد، شرکت های بزرگ و کارفرماهای آنها بایستی مالیات کمتری پرداخت کنند. به دنبال قانون جدید ماکرون بود که شبکاری و کار در روزهای یک شنبه را گسترش داده بود. محدودیت ورود به بعضی از مشاغل را از بین برده و در عوض شرایط اخراج کارمندان را ساده تر نموده است. بر طبق قانون جدید کار اگر کارفرمایان بعد از یک سال فروش یا درآمد کافی نداشته باشند می توانند به این دلیل کارمندان خود را اخراج نمایند. ساعت کار هفتگی می تواند تا 6 ساعت بالا برده شود و در این صورت برای اضافه کاری مزد بسیار اندکی پرداخت خواهد شد. برای مشخص کردن میزان حقوق بیکاری و پرداخت خسارت در مواقع اخراج اخراج از کار قدرت تصمیم گیری دادگاه های مخصوص حقوق کار بسیار ضعیفتر شده است به خصوص دشواری مورد گفتگوی مردم تبصره دوی قانون کار جدید است که به موجب آن در مورد میزان ساعات کار و میزان دستمزد به طور درونی و خصوصی در شرکت, ها و کارگاه ها تصمیم گرفته خواهد شد و نه به روال قانونی که در همه شرکت ها و کارگاه ها مرسوم بوده که همه برای کار یکسان حقوق مشابهی دریافت می داشتن. به زبان دیگر در شرکت ها و مؤسساتی که نماینده کارگران و کارمندان ناتوان از دفاع حقوق خود و همکاران باشند، کارفرما میتواند هر طور که میخواهد تصمیم بگیرد. به قول نخست وزیر مانوئل والز که میگوید تمام فلسفه قانون جدید کار در متن تبصره دوم خلاصه شده است. هنوز مدت زیادی از انتشار و پخش قانون جدید نگذشته بود که میلیونها فرانسوی اعلامیه ضد بودن این قانون را که از طرف خانوم نویسنده فمینیستی در آنلاین نوشته شده بود را امضا کردند در توییتر هم اعلامیه‌ای در این باره آمده بود با شعار تظاهر کنندگان ارزش ما بیشتر از این است به درستی روشن بود که تظاهرات مردم علیه قانون جدید کار از حد عادی بالاتر خواهد رفت و بیشتر خواهد بود در نهم مارس اولین تظاهراتی که توسط سندیکای سازماندهی شده بود انجام شد دعوت کنندگان سندیکاهای CGT SUD بودند این تظاهرات از نظر وسعت بسیار گسترده تر از تظاهراتی که بر علیه سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه درباره اصلاحات بازنشستگی انجام شده بود انجام گرفت. CFDT دومین سندیکای بزرگ فرانسه اعلام همبستگی با این تظاهرات نکرد و به مردم نپیوست. این سندیکام مدت زیادی است که با گرایش های لیبرالی به پیش می رود و با حزب سوسیالیست رئیس جمهور فرانسه از نظر بافت ساختاری و کارمندی در هم پیشیده است سی اف اف تی سندیکای بزرگ زرد در فرانسه است سعی این اتحادیه در اوایل بهارین بود که با نکاتی در متن قانون کار جدید خود را سرگرم کرد و درباره درستی و یا نادرستی آن در قانون بحث نمود نکاتی از نظر این سندیکا اعلام شده بود که نادرست می باشد این نکات به زودی پس گرفته و عوض شدن و مسلما این نکات به همین خاطر مخصوصا نوشته شده بودند که با اعتراض سندیکاهای طرفدار ریاست جمهوری عوض شوند تا مردم ظاهرا مشاهده کنند که بحث و اعتراض اجتماعی در این جامعه بین سندیکا و قانونگذاران انجام شده است دومین تظاهرات بزرگ ملی بایستی سه هفته دیگر انجام شود ولی در این مدت دانش آموزان دانشجویان و به عنوان اعتراض خودشان شروع به فعالیت کردند آنها تعداد زیادی از دبیرستان ها و دانشگاه ها را اشغال نمودند و تظاهرات دانش آموزی و دانشجویی خود را سازماندهی کردند برای اینکه این تظاهرات پیش نشده پیشرفت نکند و در نطفه خفه شود پلیس با رفتار خشونت آمیز شدیدی بر علیه آنها وارد عمل شد تاثیر آن این بود که جوانان نیز با پلیس با خشونت برخورد کردند که باعث خشم و تحریک آمیزی بیشتری شد در سی مارس تظاهرات بزرگی در بیشتر شهرهای فرانسه انجام شد که بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت کردند. بعد از اعلام تظاهرات هزاران نفر از مردم تصمیم گرفتند که به جای رفتن به میدان آزادی آنجا را به طور دائمی اشغال کنند و همانجا بمانند به سرعت تلاش های مردمی در سراسر کشور شروع شد در بیشتر از صد شهر بزرگ و کوچک مردم شبها گرده هم می آمدن. و اطلاعات خود را با یکدیگر رد و بدل می کردن. مردم تصمیم گرفته بودند که شبها را برای, برای برنامه ریزی و آمادگی برای فردا صرف سازماندهی خود و دیگر نیروهای مردمی نمایند بدین ترتیب شبهای سازماندهی متولد شد این جنبش مردمی قبل از هر چیز یک امکان تماس سازماندهی شده ی انسانها را با همدیگر ممکن می سازد. که آنها از موقعیت های شغلی و اجتماعی دیگران اطلاع پیدا کرده و اطلاعات خود را با همدیگر رد و بدل کنند آنها لزوم یافتن راهل های موثر و قطعی که از این فاجعه نئولیبرالی جلوگیری کنند دریافتند اینکه تظاهرات تک تک گروه های مختلف مردم و روزهای اعتصاب تنها کافی نیست کاملا معلوم است و ادامه این وضع لجبازی و خیرسری حکومت فعلی را نشان می دهد. وضعیت استراری در فرانسه ادامه دارد. اکنون دیگر تمام تظاهرات با درگیری های شدید به پایان می رسد که دقیقا پلیس هم این را می خواهد. تعداد بسیاری از فیلم های ویدیویی میزان درگیری ها و مجروح شدن و دستگیری مردم را نشان می دهند. همینطور در جریان تظاهرات سازماندهی شده از طرف ها در اول ماه مه از گاز اشکاور گلوله های پلاستیکی و نارنجک های کور کننده برای حمله به انبوه مردم استفاده شده است. معلوم است که حکومت میخواهد از تظاهرات آینده مردم جلوگیری نموده و در آنها ترس ایجاد نماید. و به خاطر آن تا آخر جوان بعض استراری اعلام کرده است و مقررات غیر انسانی ممنوعیت شرکت در تظاهرات و ممنوعیت خروج از خانه اعلام کرده است باز هم با بی احترامی و بی توجهی روشنتر به خواسته های مردم در روز دهم ماه مه مورد نمایش قرار میگیرد و حکومت قانون کار جدید را بدون رأیگیری از مردم به مجلس میفرستد و جالب اینجاست که این قانون در مجلس رأی اکثریت را نداشته است قرار شده است که این قانون به سنای کنز رواتیو فرانسه برود و مورد تایید قرار گیرد و بعدا مورد تعیید گرده همایی ملی قرار گیرد این قانون باید در اواخر جوان به مرحله عمل برسد ولی مردم به تظاهرات خود ادامه میدهند و معتقدند که هنوز وقت است از چهارشنبه گذشته تمام پالایشگاه های نفت این کشور اعتصاب کردند و تانکرهای نفتی بزرگ نفتی در بندرها بلوکه شدند کارمندان اداره برق فرانسه هم به اعتصاب پیوستند و میزان کار خود را به حد اقل رسانیدند کارمندان راهن هم اعتصاب کردند. بحران عمومی در فرانسه همه جا را در, بر گرفته اولا سندیکاهای مبارز می دانند که پایان این مبارزه ادامه زندگی و کار آنها و یا نابودی سندیکاها است قبل از هر چیز این خشم و بیزاری مردم نسبت به حکومت در سراسر کشور نمیتواند به راحتی از بین برود و فراموش شود که وضع ملایم تر شود. ساعت تصمیم گیری بزرگ فرا رسیده است. تارا کرمانی و با تشکر از ایشان